سلام و شب بخیر. به برنامه بازار خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. ارائه سند بودجه سال 1399 به مجلس سنا. چوکات برنامه‌های آموزشی و آگاهی دیار خیر مقدم میگیم سید. نمیلی بودجه مساویده چه ده هواد اقتصادی دیدگاه کرنلارا انکشافی موخی او ده حکومت در اطلون کسلور کلون و مسارفاتی پلانون ترتیبوی. پنجمین جشنواره ملی گل زعفران در هرات. ریاست زراعت و آبیاری هرات میگوید که انتظار می رود امسال تا 18 تن زعفران در هرات برداشت شود. مارکت فوق العاده است ولی قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است. تلاش برای افزایش درآمدهای معادن کشور. وزارت معادن و پترولیم میگوید که به زودی پیمان های 10 پروژه استخراج مواد ساختمانی با شرکت های ساختمانی امضا خواهد شد. زمون هدف به صنایع استخراج سکتور کې د قراردادونو زیاتواله دی او په خصوص په لومړی کټګوري کې موږ غواړو چې په ساختمانی موادو کې موږ قراردادونه ترویج کو. و بارش سنگین برف در شرق اتریش. بارش بیش از 1 متر برف جاده های این منطقه را بسته و خط های برق و مخابرات را قطع کرده است. شکوفه دانش هستم تا 1 ساعت دیگر در این برنامه با شما. معاون دوم رئیس جمهور در یک سفر به ولایت دایکندی 8 پروژه خدمات همگانی را در این ولایت به بهره برداری سپارد. در این میان 4 پروژه از کمک های هند تمویل شدند. معاون رئیس جمهور کمک های هند را در بخش پروژه های توسعه برای افغانستان به ویژه در دایکندی بسیار مهم می داند. والی دایکندی هزینه های این 8 پروژه را در دایکندی بیش از 170 میلیون افغانی می گوید که بیش از 62 میلیون افغانیان از کمک های هند بوده است. ساخت شماره از ساختمان های نهادهای دولتی در ولایت دایکندی، مراکز بهداشتی، ساخت دیوارهای استنادی و پل ها مشمول پروژه هایی هستند که در مرکز ولایت دایکندی به بهره برداری سپرده شدند. معاون دوم رئیس جمهور بهره برداری از این پروژه ها را برای حل مشکلات کارمندان دولت و باشندگان این ولایت مهم می داند و می گوید که کمک های هند در این پروژه ها بسیار مهم بودند. هندوستان یک متحد سیاسی و استراتژیک و تاریخی افغانستان است و در کنار دوستی تاریخی همکاری دائمی و بسیار مؤثر در پروژه های انکشافی در افغانستان داشتم و به خصوص برای دایکندی، چنان که والی صاحب پیشتر گفت حداقل بیش از 5 میلیون دلار کمک های جانب دولت هندوستان بوده که در پروژه های دایکندی تا کنون به مصرف رسیده. پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند پروژه هایی است که کشور هندوستان کمک میکنه. 120 میلیون دلار مجموع پروژه ها است. 587 پروژه در مجموع 34 ولایت است، ولی ولایت دایکندی خوشبخت است که بیشترین پروژه ها را نسبت به دیگر ولایات دارد. یعنی 20 پروژه را از 587 پروژه به خود اختصاص داده. سفیر هند در کابل میگوید که این کشور تلاش هایش را برای کمک ها به ولایت دایکندی بیشتر خان ساخت. هند یک همکار بزرگ توسعه افغانستان به سطح منطقه است و ما امیدوار هستیم که این همکاری ها در ولایت دایکندی هم توسعه یابند، چون حکومت هند در 34 ولایت افغانستان پروژه های توسعه ای دارد. تا اکنون 20 پروژه در ولایت شما تکمیل شده است. از سوی همولی دایکندی، نارسایی ها در بخش بازار برای فراورده های دایکندی را یکی از چالش های بزرگ می داند و می گوید که امسال حاصلات بادام در دایکندی 40% افزایش یافته است. منابع و محصولات زراعتی با دولت دایکندی بسیار متنوع بوده و افزایش 40% تولید بادام در سال جاری و همچنین تولید بالای انار و سیب دختری شاه که از محصولات درجه اول در سطح کشور است، نشان دهنده پتانسیل بالای این ولایت در بخش زراعتی است. والی دایکندی در کنار مشکلات در بخش نبود ساختمان های مکتب ها،
نبود برق را در این ولایت از چالش های بزرگ می داند و می گوید که حکومت باید روی حل مشکلات پروژه های بند های سوختوب و قطع سنگ این ولایت کار کند. بیشتر صحبت می کنیم در این مورد با شیرین محسنی عضو مجلس نمایندگان. خانم محسنی سلام، شما خوش آمدین به برنامه. تشکر. در مورد ای 8 پروژه خدمات همگانی بر ما بگوین، در دایکندی که شامل کدام موارد میشه و در مورد ای پروژه ها تا چه حد دقت صورت گرفته تا مردم بتونن واقعا استفاده بهینه داشته باشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و بیننده های برنامه محور. اما قسم شما صحبت کردین، دیروز واقعا یک سفری بسیار مهم ما به دایکندی داشتیم که مهمتر از همه سفیر کشور دوست و برادر جمهوری هند با خود داشتیم. 8 پروژه که دیروز در دایکنده افتتاح شد بیشتر پروژه های اداری بودن، تعمیر های اداری بودن، از قبیل سارنوالی استناف دایکنده، اتاق دفتر اداری صنعت و تجارت و همچنان از یک شیلتر داشتیم در اونجا، دفتری آمیریت اطلاعات و فرهنگ دایکندی و همچنان بخشی تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی و همچنان در از مشخصا از کشور هندوستان 4 پروژه داشتیم. در بخش صحت اعمار دو باب مرکز صحی در ولسوالی اشتاله و کجران بودن و همچنان یک پول دیگر در ولسوالی خدیر داشتن، در ولسوالی کجران داشتن و همچنان در یکی از امی تعمیر تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی هم از پروژه هندوستان اعمال شدن. در مجموع 8 الی 9 پروژه بودن که دیروز توسط معاون رئیس جمهور و تعداد از وزیرها و معاونا و سفیر هند افتتاح شدن. در قسمت آنچه که پروژه ها در بخش صحت هست در دایکندی، ای تا چه حد نیازمندی های مردم را در ولسوالی ها میتونه برآورده بسازن؟ من فکر کنم که به لحاظ کمیت اگر بیاییم دایکندی را بحث داشته باشیم، به لحاظ کمیت خوب هستند مراکز صحی به دایکندی، از جمله ولایت های هستند که توجه خوبتر صورت گرفته، ولی به لحاظ کیفیت اگر بیاییم ما سرشان بحث بکنیم متاسفانه مشکل بسیار جدی هستند در عرضه خدمات صحی. میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم، یک بخش معالجه هست، یکم بخش تکنیکی هستند، بخش تخصصی هستند در دایکندی. فعلا بخش معالجه خوب هستند، تا جوی را حداقل قناعت بخش هست، مشکل برطرف میشه، اما در بخش تخصصی کاملا همه بخش ها فلج هستند، غیر فعال هستند. مثلا بر شما گفته میتونیم که بخش ارتوپید، بخش چشم، بخش قلب، اینا ای امراض ها در دایکندی هرگز تداوی نمیشه، مجبور هستند که 580 کیلومتر فاصله را یک مریض طی بکنه تا خود در کابل برسانه. مخصوصا بخش ارتوپید که هر روزه نیاز مبرم مردم هستند، در این بخش متاسفانه ما هیچ فعالیت نداریم. و همچنان در قسمت مشکل قلبی، شما میفهمید یک مریض اگر مشکل قلبی پیدا میکنه، ما متاسفانه از هوا هم راه نداریم به کابل برسانیم، از راه زمین هم بسیار فاصله را از کابل، از دایکندی تا کابل 580 کیلومتر هستن تا یک مریض از اونجا به کابل انتقال بده، در مسیر را جان خود از دست میده. در این قسمت هم مشکل بسیار جدی ما داریم. مشکل جدی دیگه در از خدمات صحی هستن که نبود دکتر، نبود دوا، تجهیزات لازم برای مراکز صحی نو هستن که توجه بسیار کم صورت گرفته. مشکل اساسی که ما داریم 50% قشر جامعه ما شما رو زنا تشکیل میده. در دایکندی، در سطح ولایت دایکندی ما یک دکتر متخصص زن داریم متاسفانه که در بخش های نسایی ولادی شدیداً ما دچار مشکل هستیم. اکثریت مادرها در این قسمت جان خود از دست میدن و برشان توجه صورت نمیگیره. و دلیلی که متخصصین کم هستن و یا شما گفتین فقط یک متخصص زن هست، دلیلش چه هست؟ دلیلش است خب کادر ما از خود دایکندی نداریم. مثلا ما دکتر از خود دایکندی نداریم، از دیگر ولایت ها اگر ما دایکندی روان بکنه، اول بسیار کم نفر حاضر میشه دایکندی بره. دومی که از طرف وزارت و اداره مربوطه هم متاسفانه در این قسمت توجه جدی صورت نگرفته و مؤسسه ای که از خدمات سیم میکنه، بارها ما امرایشان صحبت کردیم، در این قسمت غفلت کردن
و تا به حال به این مشکل جدی رسیدگی نکردند. شما از این 8 پروژه همگانی گفتین که به بهره برداری سپرده شد، ولی تا چه حد اولویت های مردم دایکندی در این پروژه ها مد نظر گرفته شده؟ ما فکر می‌کنیم پروژه ها بیشتر تعمیر اداری بودن، نمیتونه که ما بگیم این مشکل مردم رو حل میکنن. این مشکلات ها مشکلات هایی ندارن که مشکل دایکندی رو حل بکنه. ما اساس و پس بنابراین اولویت مردم دایکندی بیشتر مد نظر گرفته نشده. اولویت مردم دایکندی در بخش اقتصاد چی است که تشکیل میده؟ زیربناها هستند. ما امروز برق نداریم، ما سرک نداریم، ما امروز میدان هوایی نداریم که متاسفانه بیشترین مشکل دایکندی امروز این موضوعات ها هستند که بسیار کمتر توجه صورت گرفته و توجه اساسی و بنیادی در موضوعات نشده و اساس بنیاد یک ولایت به خاطر رشد و انکشافش سرک تشکیل میده. وقتی ما سرک نداشته باشیم محصولات زراعتی خود ما به مرکز رسانده نتانیم، به ولایت های همجوار رسانده نتانیم، قطعا همه چیز فاسد و گندیده میشه، در داخل ولایت حبس میشه و میمانه و ما هیچ دسترسی به مراکز و مرکز در کابل و همچنین به ولایت های همجوار نداریم. یک مشکل بسیار اساسی هستند که در زمینه شما با شهرداری های مسئول صحبت کردین که حداقل وقت بودجه را مد نظر میگیرن به دایکندی و یا هم وقت پروژه های قرار است در دایکندی عملی شود باید اولویت ها مد نظر گرفته شود. یقینا ما از تقریبا 3 در ما وکیل هستم، بیشترین پافشاری ما بالای وزارت مالیه، بالای وزارت انرژی و آب، بالای وزارت فایده عامه با سرک بودن، برق بودن که تا فعلا به خواسته ما متاسفانه لبیک گفته نشده و ما یک پروژه به نام بند برق کرتسنگ داریم که 8 سال است وکیلای دایکندی سر از این پافشاری میکنیم، ایراهی میاریم، شامل برنامه میکنیم، حتی دقیق به یادم هست که پروژه بند برق کرتسنگ بخش تکنیکیش به اعلان هم قرار بود سپرده شود، ناگهان از برنامه حذف میشه. ما نمیفهمیم چی دلیل داره که شما خواهان چی هستین؟ ما خواهان از هستیم که اینمی بند برق کرتسنگ یک منبعی هستن که نه تنها دایکندی از این مستفید میشه، بلکه 3 تا 4 ولایت همجوار دایکندی میتونه از این استفاده بکنه و ما نیاز نداریم که برق وارد بکنیم بر افغانستان. وقتی که ما منبع داشته باشیم بیاییم از منبع خود استفاده بکنیم، حداقل همه مردم بیتونه از این استفاده بکنه. ممنون از شما شیرین ناصری، عضو مجلس نمایندگان. وقتی بیشتر میتونیم خوشحال بشیم. مشکلات دایکندی بسیار زیاد هستن، ما توقع داشتیم که شما به پایان رسید. بسیار تشکر از حضورتان در برنامه ما. تا لحظات دیگر. علاقمندی شهروندان به خرید کفش‌های وطنی. به ادامه برنامه بازار خوش آمدید و در این بخش برنامه بیشتر بهای مواد غذایی در بازارهای پایتخت را و همچنان بهای نفت و گاز مایع را خواهیم داشت که ببینیم نسبت به روز گذشته چه تغییرات در این بخش ها به وجود آمده و پس از آن هم نرخ شماره از ارزها را در برابر پول افغانی در پایتخت کابل خواهیم داشت که در او از زمینه هم میبینیم که آیا تغییرات قابل ملاحظه‌ای به وجود آمده یا خیر در آغاز بهای مواد غذایی در بازارهای کابل. 50 کیلوگرام آرد 1540 افغانی، 1 لیتر روغن 75 افغانی در بازارهای کابل مورد خرید و فروش قرار میگیره. به همین ترتیب 1 کیلوگرام برنج سیلی اول 90 افغانی و 1 کیلوگرام لوبیا 90 افغانی در بازارهای کابل به فروش میرسد. 1 کیلوگرام نخود 90 افغانی، 1 کیلوگرام شکر 40 افغانی در بازارهای کابل به فروش میرسد. به همین ترتیب 1 کیلوگرام چای 280 افغانی در بازارهای کابل و فروش میرسن. نرخ مواد غذایی دیدیم که نسبت به روز گذشته تغییر در این بخش به وجود نیامده و حالا هم بهای مواد نفتی، نفت و گاز مایع در بازارهای کابل که میبینیم در این زمینه های تغییرات به وجود آمده یا خیر. 1 کیلوگرم گاز مایع 50 افغانی و 1 لیتر پترول 49 افغانی در بازارهای کشور به فروش میرسه. به همین ترتیب 1 لیتر دیزل 47 افغانی در بازارهای
کابل به فروش میرسه که در این بخش هم تغییرات به وجود نیامده و حالا هم نرخ شماره ارز ارزها را داریم در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل که در این زمینه میبینیم که چه تغییرات به وجود آمده. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول و یک یورو 86 افغانی و 50 پول در بازارهای امروز پایتخت مورد تبادله قرار میگیرد. به همین ترتیب یک درهم امارات 21 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی در بازارهای امروز پایتخت مورد تبادله قرار میگیرد. به همین ترتیب 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی در بازارهای امروز پایتخت مورد خرید و فروش قرار می گیرد که در این زمینه هم تغییرات زیاده به وجود نیامده بود، فقط در قسمت دلار آمریکایی و همچنان در هم امارات 5 افغانی 5 پول کاهش داشتیم. و گزارش هم داریم در مورد علاقمندی شهروندان کشور برای خریدن کفش‌های وطنی، اما با وجود که از کیفیت این کفش‌ها شهروندان کشور راضی هستند، اما خواهان از این هستند که بهای کفش‌های وطنی باید کاهش پیدا بکنه تا اونا بتونن خریداری بکنن، ولی صاحبان کارخانه‌های کفش‌سازی میگن که چون مواد خام کفش‌ها از کشورهای دیگر وارد میشه، بنابراین این مواد خام قیمت هست و قیمت تمام شده کفش‌ها هم بلند میره. در این مورد گزارش از همکار ما حیدرشاه امید. بازار گرم یکی از شرکت‌های کفش‌سازی در شهر کابل. شهروندان کشور نه تنها از کابل بل حتی از ولایت‌های دیگر نیز برای خرید کفش به اینجا می‌آیند. بوتی وطنی گرفته بودم، کار کردش خوبش بود. باز امروز هم خاص به خاطر همی آمدیم به امرای بچه های ماما. دیگه وام از ولایت قندار آمدن. په افغانستان که خوشبختانه په دی ورستیو که دی بوت و صنعت دی نور طول وقتونو پر تلا وعده کرده، دلتا تجار و سرمایه‌گذار در کرده چې په دغه موضوع که دوی گرده کوی. به های هیچ کدام این کفش ها کمتر از 1500 افغانی نیست. اینا چرم از داخل و بیرون اینا را چرم کار میکنیم. تلیایش را برسه. دیگه مواد قیمت است، مواد خام بدبختانه خود ما نداریم، از خارج میه. به اول هاست قیمت تر است نسبت به بوتای چینایی و نسبت به دیگر بوتا. کیفیتش خیلی خوب است، خمون تا مواد خام ما از خارج وارد میکنیم، میاریم در کشور خود یک ذره قیمت تر تمام میشه، به مو علت است که نمیپوشن وطنای ما. رئیس اتحادیه صاحبان صنایع کفش سازی میگوید که به علت ناامنی ها، اوضاع مبهم سیاسی و قاچاق کفش به داخل کشور، سرمایه گذاران داخلی نتوانستند سرمایه گذاری هایشان را در این بخش توسعه دهند. از همین رو از چندین سال به این سو کارخانه های کفش سازی داخلی 30% بازار فروش کفش را در اختیار دارند. اگر همینطور قاچاقی مال در داخل افغانستان شوه، همینطور سیستم سیاسی ما جور نشوه، نو مردم نمیتونه سرمایه گذاری میکنه، هم کارگر دست میتیم، مار هم مارکیټ از دس میتیم. فرانس کوم په چوکي باندې ناس د غوې دانه غواړي چې مثال موږ خپل په افغانستان کې دا خپل ګټه ته فائدہ سوچ کړي، چې مثال دغه نشه د ز جوړم په خارج مملکت کې ماته دغه مره فائدہ را رسیږي، نو په افغاني چا خبره سیار شي کې کې دي، نو کته دغه کې دغه کېږي موږ سر نور کان نه لرو. بر بنیاد آمارهای اداره ملی احصایه و معلومات، پارسال به ارزش بیش از 17.2 میلیون دلار مواد خامی که در صنایع کفش‌سازی از آنها کار گرفته می شود وارد کشور شده است. از سوی هم بر بنیاد این آمارها، پارسال به ارزش بیش از 46.2 میلیون دلار پاپوش‌های گوناگون وارد کشور شده است. بیشتر صحبت می کنیم در این مورد با احمد ضیا، رئیس شرکت ضیا بوتیک. آقای ضیا سلام، شما خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت شما و بینندگان محترم که ما را از صفحه تلویزیون میبینن. ممنون. آقای ضیا، در آغاز میخوایم از علاقمندی مردم برای خرید کفش های وطنی بدانیم که چگونه هست. فضل خدا در امی طول 4-5 سال که ما یک اتحادیه بودوزی را و انجمن بودوزی افغانستان را درست کردیم، با هم دیگر یک ارتباطات داریم که با اونا همکار هستیم. فضل خدا شخصا کارخانه خود ما بسیار ما راضی هستیم، هر قدر که ما تولید میکنیم به فروش میرسه.
شهروندان از کیفیت راضی هستند، ولی برخی خواهان ازی هستند که باید بهای کفش هایی که در داخل افغانستان ساخته میشه کاهش پیدا بکنند تا اونا بتونن بخرن. در این زمینه گفتنی شما چه هست؟ بله، بوت هایی که از چین میایه با بسیار کیفیت پایان. ما خودم 14 سال در چین کار کردیم، با تمام بوت هایی که در چین ساخته میشه معلومات کافی دارم. بوت های در چین هست که تا 250 دلار یک جوریش است، اما تاجرای ما خدای یار جانشان میره از او کده بوتی که اونا اصلا کسبشان نیست، میرن میارن این بوت هایی را که میارن با از کیفیتش معلومات کافی ندارن. اونجا چین هم علاقمندیش اینه میست که چی رقم پول بگیره. اگر شما هر قدر بوت ارزان بخواین اونا نینه میگه. اما چشم دیدی که ما دیدیم مواد امی چبلک های کونی که در روی سرک جمع میشه، امی پلاستیک ها را اینا جمع میکنن، سه مواد کیمیایی که به نام پست، بوتایل، ایمیکی میگه به امرای از این مخلوط میکنن، این جلادار. اما وقتی که یک پلاستیک جور میکنن که از این باز بوت میسازن، ای از هر نگاه قابل از این نیست که انسان از او استفاده کنه. مواد گندیده، پای بوی میته، عرق میکنه و به بسیار زودی او میکفه از بین میره. اما بوتایی که ما میسازیم مکمل چرم است. چرم خودش در ذات خود انتیبیوتیک است. چرم چیزیست که ضد میکروب است. قالینایی که ما مثلا از پشم گوسفند جور میشه، اگر پای روی ازی یا انسان میگرده خودش آرام بخش اعصاب است، خود از اون میکروب به خود جذب نمیکنه. چرم عین خواص داره. میشه شما بگوین که از چیگونه مواد استفاده میکنین و این مواد را از کجا وارد میکنین؟ ما موادایی که استفاده میکنیم روی بوت امرای از سر بوت مکمل از چرم استفاده میکنیم. چرمش ما خود ما شخصا از کراچی پاکستان میارم، زیادترش از تبریز ایران میارم. و کیفیت این بودها چگونه هست؟ قابل قبول مردم بوده تا کنون؟ من تقریبا 55 سال یا 56 سال میشه که در این مسلک هستم. من گفتم اتانم که هم در داخل کار کردیم، هم در پاکستان، هندوستان، خود چین، ترکیه و بنکاک. در خود تایلند در اونجا در این مسلک چون شوق علاقه که داشتیم کار کردیم. میشه نمونه های از ساخت ای بوت هایی که شما در داخل میسازین ده هم برای ما بگویید؟ بله. که کدام نوع بوت ها هست؟ ای بوت ها که ما میسازیم این ای بوت هاست مکمل چرم است. ما یک دستگاه مخصوص جور کردیم که همین چرم میتونیم که یک قسمتش دیزاین بتیم، یک قسمت دیگهش ساده باشه. از سر بود مکمل چرم، روی بود مکمل چرم، تلیایی که ما وارد میکنیم کلش ساخت ترکیه است، میدن ترکیه درش نوشته است. و این بوتایی که ما میسازیم مثلا زیادتر کسایی که در دفترها کار میکنن استفاده میکنن. این بوتا را جور کردیم و یک قسم موزه جور کردیم که بسیار هم جوان ها پسند میکنن و زیاد مورد پسند جوان هم قرار گرفته این موزه ما. هر قدری که ما میسازیم الحمدلله فروش میشه، مردم ناراضی از ما راضی هستن. قیمت های بوت ها آیا مناسب هست که مردم بتانن، کسانی که توان اقتصادی بلند ندارن، از این بوت ها استفاده بکنن؟ ببینین محترم، بوت های ما نسبت به بوت هایی که مثلا ما خود ما همیال احساس میکنیم که بوت ها ارزان است، به خاطر از این که این بوت ها که از ترکیه میارن در بازار مثلا یا شارنو یا گلبهار 7000 و 8000 میفروشن. ما به مو کیفیت کوشش میکنیم که تا حد امکان استاندارد اروپا کار کنیم. اینمی بوت ما به مو استاندارد جور کردیم، ما با قیمت 1800 و 1900 افغانی میفروشیم و در یک جوره بود ما نهایت 1200 افغانی دهی سود ببریم، در حالی که ما مالیه میتیم، کرای دکان میتیم. متاسفانه که حکومت با ما هیچ همکاری نکرده. ما یک پس کلوات... از دید شما برازی که فابریکات بوتسازی در افغانستان بتوانن پیشرفت بیشتر داشته باشن، چه کارهایی هست که باید حکومت بکنه و چه حمایت هایی باید از شما صورت بگیره؟ بسیار گپا ما دارم دل خود
که تابال هیچ عملی نشده. ببینین یک تعداد نفر دو تا ماشین میارن، میرن سه جریب چهار جریب زمین جر میکنن، اصلا پیش ما اونا غاصبین زمین هستن. شما اگر در خارج ببینین، در چین یا در ترکیه، در چین در یک منطقه که ما زندگی میکنم 13,000 کارخانه بودوزی است، اما مثل این جواره نیست که چهار جریب زمین نمیگیره دو تا ماشین کوک و فانتا را مانتن. خیلی کوتاه، خواستتان چی است؟ خواست ما ایست که دولت باید در داخل شهر کابل کارخانه های کوچک اول رشد بده، به اندازه 150 متر مربع در چهار طبقه یک کارخانه جور کنه. یک کارخانه که از خرد شروع میکنه این دفعتا نمیتونه که در پارک های سنتی بره و حمله خود ببره و بیاره، این استفاده نمیتونه. باید در داخل شهر کابل یک دو جریب یا سه جریب زمینه برای طبقه بودوز ما 150 متر مربع یک کارخانه جور کنه، 100 کارخانه جور میشه. این زمین جا استاس تا که رشد کرد، صاحب سرمایه شد و میتونه که برن مثلا در شما. احمد زیا رئیس شرکت زیا بوتیک از حضورتان در برنامه. پلیسی اوپن اسکای یا آسمان باز با امارات یکی از پلیسی های پرچالش امضا شد و در آن زمان که اوج سرمایه گذاری ها و آمد آمد شرکت های هوانوردی در افغانستان بود، متاسفانه این روند را با کندی رو برو ساخت، تا اینکه امروز چالش ها در این بخش بسیار زیاد شده و حتی شکایت های بسیار زیاده وجود داره که گویا شرکت های بزرگ هوانوردی خارجی بخصوص شرکت های امارات تلاش میکنن که با انجام سیاست های دمپینگ در بازار افغانستان بدل خود تکت بفروشن و بالاخره مسافر انتقال بدن به هدف. خواستیم مشکلاتی که در این عرصه وجود داره و تا کنون زیانهایی که وارد شده ای را با مسئولین ریاست هوانوردی افغانستان در میان بگذاریم. جناب دکتر صاحب وفای زاده، میخوایم از شما بشنوم که پلیسی آسمان باز یا اوپن اسکای چی است و چی نیاز بود که حکومت افغانستان این پلیسی بزرگ با یک کشور یا شرکت های بسیار بزرگی که اکنون در تمام دنیا تقریبا فعالیت میکنه امضا بکنه؟ نیاز چی دیده میشد که این پلیسی امضا شود با صرف با یک کشور در منطقه یا با یکی از کشورهای خلیجی؟ فایده آسمان باز در مجموع ای است که هزینه مسافرت را برای استفاده کنندگان خدمات هوایی شدیداً پایین میره و موجب با وجود آمدن رقابت و بالا بردن کیفیت ارائه خدمات از طرف شرکت های هوایی میشه، چیزی که در افغانستان معکوس است. بله، اما با توجه به کوی آسیب پذیری های هم داره، از جمله کشورهایی که ایرلاین ها و شرکت های هواییشان ضعیف است و تا هنوز توان رقابت با شرکت های کلان را که دارای یک شبکه اتصالی کلان در سطح منطقه و جهان است توان رقابت با او را نداشته باشد، در ذیل پالیسی آسمان باز بدون شک متاثر میشه و ضرر میبینه. به خاطر از این که یک احتمالی وجود دارد که شرکت های هوایی در ذیل یک پالیسی آسمان باز اینا کنترلشان دشوار است، میتونه که از دمپینگ استفاده کنند، میتونه اوور پرایسینگ کنه، یعنی گران فروشی کنه یا ارزان فروشی بیش از حد بکنه تا رقیب خود به زودی از میدان خارج بکنه، یا اینکه از موقف قدرتمندی که در مارکت داره به نحو دیگه سوء استفاده بکنه و عمدتا ریگولیت کردن تمام فعالیت های هوانوردی در شرایطی که ترند یا تمایل و جریان به طرف دی ریگولیشن پیش میره کار دشوار است. در افغانستان هم تاسفانه ما همین تجربه رو داشتیم، یعنی از زمانی که اولین تفاهم نامه همکاری در عرصه هوانوردی بین دولت افغانستان و امارات متحده عربی در سال 2006 26 نوامبر 2006 به امضا رسید و بر اساس همو تفاهم نامه موافقت نامه خدمات هوایی یا Air Services Agreement
در سپتامبر 2013 بین وزیر خارجه افغانستان و وزیر ترانسپورت امارات متحده عربی به امضا رسید. این در حقیقت پالیسی آسمان باز را بین دو دولت افغانستان و امارات متحده عربی تعریف میکنه با یک سلسله محدودیت های. از جمله حق استفاده از حقوق ترافیکی اول تا حقوق ترافیکی هفتم را به شرکت های دو طرف میده. در حالی که در عمل شرکت های هوایی افغانستان قادر نیست از تمام از این حقوق ترافیکی از یک الی هفت استفاده بکنه. و دومش شرکت های هوایی افغانستان با توجه به محدودیت از جمله بلک لیست اتحادیه اروپا در پرواز و در فعالیت خود دچار محدودیت هایی بود که فعالیت اینا را در سطح منطقه و در بین چهار کشور همجوار محدود می ساخت. و از یک سو شبکه کلان و گسترده شرکت های هوایی اماراتی مانند امارات که بیشتر از 250 دستینیشن در پرواز میکنه و یا شرکت هوایی فلای دبی یا العربیه، اینا شرکت هایی هستند که یک شبکه بسیار قدرتمند و کلان را به وجود آوردن و فعلا میدان هوایی دبی تامین کننده بیش از 40% جی دی پی دبی است و اینا دنبال یک سیستم فیدینگ است که چطور مسافرین را از کشورهای مختلف جمع کنند به میدان هوایی دبی تا پروازهای بین المللی خود را فید کنند، تغذیه کنند و این مسافرین در پروازهای بین المللیشان تقسیم شود و به مقاصد اونا رسانده شود. بنابراین تلاش اونا ای است که هرچی بتانند سیستم تغذیه پروازهای بین المللی خود در سطح منطقه تقویت بکنند و روزانه ما تقریبا به طور متوسط در حدود 3000 پرواز 3000 مسافر ترانزیت داریم، در حالی که پروازهای خود ما با بلک لیست اتحادیه اروپا و محدودیت های پروازی مختلف مواجه است. ما به خاطر حل مشکل مسافرین ترانزیت خود فعلا به دو هب دبی و هب استانبول شدیدا وابسته هستیم که از این دو هب 80% بالای 80% مسافرین ترانزیت ما از طریق میدان هوایی دبی و شرکت های اماراتی انتقال داده میشن. بنابراین یک ناگزیری در برابر افغانستان هم وجود داشته که در زمان امضای موافقتنامه و اولین یادداشت تفاهم همکاری بین دو دولت برای پذیرش پالیسی آسمان باز و اعطای حقوق ترافیکی بالاتر و بیشتر به شرکت‌های اماراتی شد، همین وابستگی ما برای انتقال مسافرین ترانزیت ما و وصل شدن به تمام مقاصد در سراسر جهان بود که ما به او دسترسی نداشتیم و شرکت های هوایی ما هم نمیتونستن به تمام این مقاصد پرواز بکنن. همزمان با عملی ساختن پالیسی اوپن اسکای آسمان باز در افغانستان، شرکت هایی که از صفر آغاز کرده بودن، سرمایه گذاری کردن، آمدن، با مشکل روبرو شد تا که ورشکست شدن یک تعدادشون و افغانستان در سال 2010 میره به طرف فهرست سیاه اتحادیه اروپا. به می قسم سرمایه‌گذاری در هوانوردی رو به کاهش میشن. این همش چطور واقع شد که همزمان با اینکه ما بریم به طرف عملی ساختن این پالیسی ما با چنین مشکلات روبرو میشیم؟ به خاطر با توجه به ضرورت که ما به خاطر وصل شدن به مقاصد مختلف در کشورهای مختلف جهان داریم، این یک ضرورت بود برای افغانستان، اما در عین حال ایجاب میکرد تا یک پالیسی حمایوی قوی و منظم و تعریف شده نسبت به شرکت های هوایی داخل افغانستان وجود داشته باشد که متاسفانه در اینجا اولا یک پالیسی تعریف شده برای حمایت از شرکت های هوایی وجود نداشته و دومش شرکت های هوایی اگر حمایت هم صورت گرفته استفاده هدفمندانه و مؤثر از اون نتانسته. به عنوان مثال طی چند سال شرکت های هوایی داخلی تمام مقروضیت های گذشته شان از طرف به اساس فیصله کابینه بخشیده شد و برای دو سال دیگه اینا از پرداخت لندینگ فیس و پارکینگ فیس هم معاف شدن و او یک سال دیگه هم تمدید شد. اما در عمل در برابر معافیتی که دولت برای اینا داد
شرکت‌های هوایی مکلف ساخته نشد که یک برنامه توسعه‌ای سکتور را به صورت منظم تهیه کنه و به دولت ارائه بکنه تا به او هدف تعیین شده در ظرف 3 سالی که به اینا معافیت داده شده به او تارگت برسن. نه شرکت‌های هوایی ما از این فرصت‌ها استفاده مؤثر کردن، یک مدیریت مؤثر تجارتی در درون شرکت‌های هوایی هم وجود نداشت و یک حمایت نظمی یافته و در از طرف دولت هم صورت نگرفت غیر از معافیت. و به همین بود که شرکت‌های هوایی نتونستن، مثلا شرکت هوایی صافی نتونست در سکتور که اغلبا در سکتور امارات پرواز میکرد در برابر شرکت‌های دیگه دوام بیاره و او ورشکست شد. و در این حال حمایت از شرکت هوایی صافی به صورت اساسیش لازم باید صورت بگیره، چون او یک اعتبار خلق کرده بود، یک شرکت هوایی که ISO سرتیفای بود و از کیفیت بالای برخوردار بود و از طرف بسیاری از کشورها و نهادهای بیرونی بلک لیست نبود، میتونست و برند حفظ شود و دولت دخالت بکنه در اون مورد که متاسفانه در زمانش اقدام جدی و مؤثری صورت نگرفت و ورشکست شد. و بعد از او هم اتحادیه اروپا به خاطر خروج از بلک لیست دولت افغانستان تحت فشار قرار داد که باید سطح استاندارد مسئولیت را بالا ببره. بنان نتونستن اونا هم دوام بیاره، اغلب شرکت ها بسته شد. 7-8 شرکتی بود که ثبت شده بود، مثلا شرکت افق شرق تنها 2 دانه تیاری آنتونوف داشت، اینا تیارایش گراوند شد به دلیل مشکلات مسئولیتی و محدودیت های در این زمینه وجود داشت. شرکت افغان جت با مشکلات مالی و مدیریتی مواجه شد، متوقف شد فعالیتش و مسدود شد. شرکت هوایی صافی در اون زمان با خودش با ورشکستگی مالی مواجه شد و مسدود شد. شرکت کوچک دیگه ای بود به نام خراسان کارگو که تنها 2 بال هلیکوپتر داشت و در بخش اکمالات بند کجکی و سایر پروژه فعالیت میکرد، خب این شرکت هم با مشکلات مشابه مواجه شد و عملا فعالیتش متوقف شد. تنها شرکت خصوصی که باقی مان شرکت هوایی کامیر بود و شرکت هوایی آریانا هم در زمانی که من مسئولیت وظیفه را گرفتم با مشکلات بسیار جدی مواجه بود. از جمله مثلا 3 بال تیاره در اختیار داشت، هر 3 تیاره همزمان به 3 چک باید می رفت. کدام موارد در این قرارداد یا در این پالیسی که ما امضا کردیم با امارات بسیار خطرناک است یا ای که بسیار زننده است برای ما؟ چون دیده میشه که در این اواخر حتی دست از اینای قدر بالا شده که خودشان تکت قیمت های تکت بالا میبره، پایین میره و کوشش میکنن که رقابت های ناسالم در بازار افغانستان انجام بده. ما در موافقتنامه ای که با امارات متحده عربی امضا کردیم فرکانسی یا تعداد پرواز و نوع تیاره ای که اینا انجام بدن مشخصا قید نشده، یعنی به هر تعدادی که بخواد هر 2 طرف میتونه پرواز کنه. و البته در عمل ما محدودیت هایی را وضع کردیم، مثلا ما اجازه ندادیم که طیارات با ظرفیت بسیار کلان را فلای دبی به افغانستان اپریت کنه که او در عمل با مشکل مواجه میسازه. و در این حال موافقتنامه صراحت داده که هر 2 طرف میتونه از حقوق ترافیکی 1 تا 7 را استفاده کنه، در حالی که ما در تمام موافقتنامه هایی که با تمام کشورها امضا کردیم فقط از حقوق ترافیکی 1 تا 4 را به اونا اجازه دادیم. یعنی حق ترافیکی اول عبور از فضای افغانستان است با حق چک تکنیکی، نشست برای چک تکنیکی یا مشکلات تکنیکی. حق دومش عبور است. حق سومش آوردن مسافر و چهارمش بردن مسافر است. پنجم ترانزیت مسافر است که ما حق ترانزیت مسافر را با هیچ کشور امضا نکردیم. اما با امارات این حق ترافیکی شامل است. ولی در هر صورتش وضعیت به گونه است که شرکت های هوایی ما با ادامه این وضع توان رقابت را در برابر شرکت های هوایی امارات نداره و ایجاب میکنه تا ای در این زمینه تجدید نظر صورت بگیره. تا فعلا که امارات در مجموع تقریبا 36 پرواز اونا میکنن در چه وقت؟ در هفته.
در هفته 4 پرواز از طرف ما تنها شرکت هوایی آریانا انجام میده که با حل شدن مشکل شرکت هوایی کامیر که اونا اجازه پرواز خود در میدان هوایی دبی به دست بیاره، امیدواری ما این است که مثلا روز یک پرواز یا دو پرواز اگر شرکت هوایی کامیر انجام بده، این تاثیر بسیار جدی بر مارکت داره. یعنی که تو بولم 100% نیست که یک شرکت ما باز ایران را پیدا بکنه بر دبی. مشکل شرکت هوایی کامیر اگزمشنش حل شده، فقط مانده که یک سلات در میدان هوایی دبی بگیره که او هم مذاکرات جریان داره و ما در این موضوع جدی هستیم که باید مشکلشان حل شه. ما پیام بسیار واضح و روشن را به اداره هوانوردی ملکی امارات فرستادیم که در صورتی که اونها مشکل شرکت های هوایی افغانستان را حل نکنه، ما اقدام بالمثل انجام خواهد دادیم. این بسیار پیام واضح بوده، به خاطر از اینکه ما مکلفیت خود میدانیم که از شرکت های هوایی داخلی حمایت کنیم و سهولت های لازم قانونی برای اینا مطابق موافقتنامه در تمام میدان‌های هوایی امارات باید فراهم شود. این پیام واضح بوده به امارات متحده عربی و ما منتظر مرحله اولش که صدور اگزمشن بود و خارج کردن شرکت هوایی کامیر از بلک لیست بود انجام شده. مرحله دومش گرفتن یک سلات در میدان هوایی دبی است که او تحت کار است. ما امیدوار هستیم که موضوع به زودترین فرصت ممکن نتیجه مثبت بده و اینا بتونن پرواز خود شروع بکنن. میایم به یک بخش دیگر، در بخش درآمدهای حریم فضایی افغانستان. در ماهای گذشته ما میشنیدیم که با بستر شدن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری، این روند بر درآمدهای ما هم تاثیر گذار بوده. این وضعیت پس به حالت عادی آمده و آیا که ما وضعیت درآمدهای حریم فضایی ما بهتر شده؟ چقدر متقابل درآمد داریم؟ اداره هوانوردی فعلا هم در دولت سومین اداره عایداتی است. سال گذشته ما بیشتر از 100 میلیون دلار عواید داشتیم. از مجموع عواید پروازهای عبوری، لندینگ فیس، پارکینگ فیس و چارچای دیگه که ما در میدانهای هوایی داریم. در سال جاری تنها مشکلی که ما داشتیم مسدود شدن فضای پاکستان بود، چون تمام خطوط عبوری پروازهای عبوری از فضای افغانستان که عبور میکنه وارد خاک فضای پاکستان میشه. بنان این شدیداً ما رو متاثر ساخت. در 135 روزی که فضای پاکستان برای ترافیک هوایی عبوری مسدود بود، ما روزانه 8 تا 10 پرواز عبوری داشتیم و از این بابت حدود 3 میلیون دلار ضرر کردیم. اما با اون هم بعد از حل مشکل دوباره پروازهای عبوری به حالت عادی برگشت و فعلا ما هیچ مشکلی نداریم. در سال جاری حداقل تا کنون ما بیشتر از 6 میلیارد افغانی عواید جمع کردیم، هم از مجرای عواید عبوری و هم از سایر فیسا و چارچا که بخش عمده از عواید ما از بخش فیس پروازهای عبوری تشکیل بده. و ما امیدوار هستیم که تا آخر سال مالی حداقل با محاسبه 3 میلیون دلار ضرری که ما در مدت 135 روز مسدود شدن فضای پاکستان کردیم، جمعا ما بیشتر از 10 میلیارد افغانی عواید داشته باشیم. سال گذشته 8 میلیارد 150 میلیون افغانی، با این که ما هیچ مشکل خاصی هم نداشتیم. به ادامه برنامه بازار خوش آمدید. پنجمین جشنواره ملی گل زعفران در هرات برگزار شد. ریاست زراعت و آبیاری هرات میگوید که انتظار میرود امسال تا 18 تن زعفران در هرات برداشت شود. در همین حال وزیر زراعت و آبیاری از بخش خصوصی میخواهد تا زعفران بیکیفیت کشورهای همسایه را وارد نکنند. هم اکنون بهای هر کیلوگرم زعفران کشور در بازارهای داخلی 60,000 افغانی است. امسال با افزایش 2 تنی برداشت زعفران، خوشی کشاورزان هرات نیز بیشتر شده است. اینجا در پنجمین جشنواره ملی گل زعفران، این طلای سرخ پرثمرتر از سالهای پیش گفته می شود. فصل برداشت گل زعفران است و انتظار می رود بیش از 18 تن زعفران در ولایت هرات برداشت شود. میزانی که 2 تن بیشتر از فرآورده های سال گذشته است. تولید امسال خیلی بهتر، چون این سال به سال تجربه بیشتر میشه و معیاری تر میتونیم تولید کنیم با تقاضا، با اساس خواسته های مشتری خو بتونیم زعفران خوبی تولید کنیم. پیاز ما زیادتر تولید ما زیادتر شد،
پیاز از زمین نکشیدم، زعفران خیلی زیاد بود. از چند روز پیش خود من خریداری کردم که تعداد ما روزانه تا 1000 کیلو گل را ما به خانم‌ها تجهیز می‌کنیم. هر کیلو زعفران امسال در بازارهای داخلی تا 60,000 افغانی به فروش می‌رسد. زعفرانکاران بهای زعفران امسال را رضایت بخش می‌دانند، اما وزیر زراعت و مالداری کشور از همکاری نکردن بخش خصوصی در کار جلوگیری از واردات زعفران بی‌کیفیت انتقاد می‌کند. مارکت فوق العاده است، ولی قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است. به صراحت میگم نبرن چیز دیگر و تویز را اگر میارن هم در اینجا قیمت ها پایین میه و هم کیفیت ما را در بازار بینید ضربه میزنن. اما رئیس اتحادیه زعفرانکاران کشور میگوید 90% تولیدات زعفران سال گذشته به خارج از کشور صادر شده و این محصول بازار خوبی در کشورهای بیرونی پیدا کرده است. صادرات سال گذشته ما میشه بگیم که بالغ بر 90% ما صادرات داشتیم و امسال امیدوارم که این فیصدی افزایش پیدا بکنه، به دلیل از این که ما سفارش های بیشتر و بهتر داریم فعلا نسبت به زعفران افغانستان. در پنجمین جشنواره ملی زعفران، زعفران های هرات در 40 غرفه برای 2 روز به نمایش گذاشته شدند. سند بودجه سال 1399 هجری خورشیدی از سوی سرپرست وزارت مالیه به مجلس سنا ارائه شد. در این سند درآمدهای ملی کشور در سال آینده مالی در حدود 209 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. سرپرست وزارت مالیه میگوید که این سند بر بنیاد اولویت‌های مردم ساخته شده است. از سوی هم شمار از سناتوران با انتقاد از وزارت مالیه میگویند که همواره خواست‌هایشان در سند بودجه نادیده گرفته شدند. سرپرست وزارت مالیه در هنگام ارائه سند بودجه ملی در مجلس سنا، مجموع بودجه سال آینده مالی را 428 میلیارد افغانی میگوید که از این میان 289 میلیارد افغانی بودجه عادی و 139 میلیارد افغانی دیگر بودجه توسعه‌ای است. در ملی بودجه مسوده چه در هیواد اقتصادی دیدگاه کرنلاره انکشافی موخی او در حکومت در راتلونکو سلور کلون و مصارفاتی پلانونه ترتیبوی. نسبت به بودجه سالهای گذشته تا حد متفاوت تر بوده که بر اساس نیازمندی های ادارات نه بلکه بر اساس امکانات و محدودیت های مالی با در نظر داشت اولویت های ملی کشور در نظر گرفته شده. بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه در سند بودجه ملی سال آینده بخش امنیت با سهم 24% اش در صدر قرار دارد و پس از آن بخش های مسئولیت و نظم عامه 15%، معارف 12% و تهیه مسکن 8% سهم دارند. شماره از سناتوران با انتقاد از وزارت مالیه می گویند که خواسته های مجلس سنا را همه ساله در سند بودجه نادیده می گیرند. کدام سال شما در بودجه ملی مشکلات مردمتان پروژه های عامل منفعه را شما شریک ساختین با مسئولین وزارت مالیه، کدامش عملی شد؟ از سوی هم شماره از نمایندگان مجلس از اعضای شورای ملی میخواهند که برای حل مشکلات بنیادی در سند بودجه ملی را به گونه دقیق بررسی کنند. او کلام متاسفانه 99%ش حتی روشن فکرانش هیچ وقت بودجه را نمیخوانند، هیچ وقت در 13 سال نخواندند، فقط اینا میرن بودجه ولایتی که زمیمه میاد او بودجه را میبینن که در ولایت من، در ولسوالی من، در قریه من یک سرک پیش بینی شده یا نه. در حدود یک ماه به پایان سال مالی مانده است. شماره از نمایندگان مردم در مجلس میگویند که این سند همواره ناوقت به مجلس میرسد. وزارت معادن و پترولیم میگوید که به زودی پیمانهای 10 پروژه استخراج مواد ساختمانی با شرکت‌های ساختمانی امضا خواهد شد. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که به هدف افزایش درآمدهای معادن کشور و توسعه صنایع سنگ، این وزارت افزون بر سپردن پیمانهای تازه روی تمدید پیمانهای پروژه‌های گذشته نیز کار می‌کند. در همین حال شورای عالی صنایع و سرمایه‌گذاری می‌گوید که هنوز هم روند پیماندهی به بخش خصوصی و شرکت‌های داخلی بسیار دشوار است.
وزارت معادن و پترولیم سالانه در حدود 7 میلیارد افغانی درآمد دارد که سهم آن در تمویل بودجه ملی کمتر از 2% می شود. در حالی که امسال هم تا کنون خبر از افزایش درآمدهای این وزارت نیست، سخنگوی این وزارت می گوید که افزایش پروژه ها راهکار است که این وزارت برای افزایش درآمدهایش در پیش گرفته است. زمون هدف په صنایع استخراج سکتور کې د قراردادونو زیاتوالی دی او په خصوص په لومړی کټګوري کې مونږ غواړو چې په ساختماني موادو کې مونږ قراردادونه ترویج کو ترڅو یو خانه مونږ د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسو او بل خانه مونږ عواید لوړ شي. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم تا کنون 10 پیمان استخراج سنگ مرمر تمدید شدند و از میان 43 معدن مواد ساختمانی که در بخش‌های گوناگون کشور بررسی شدند 10 پروژه آن آماده بستن پیمان هستند. اما شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری می گوید که طی مراحل پیمانهای پروژه ها در وزارت معادن با شرایط دشوار و زمانگیر هستند. سهل سازی در قرارداد معادن کوچک و متوسط به فابریکات داخلی هستند. تا ما بتانیم معدن با یک پروسه سهل ولی با یک نظارت دقیق حکومت در اختیار معدنکار و از طریق از او به عنوان مواد خام در اختیار فابریکات پروسس سنگ قرار بتیم. از سوی هم وزارت معادن و پترولیم می گوید که بر بنیاد هدایت رئیس جمهور روند بررسی معادن دهن و مواد معدنی که زودتر می توانند سبب افزایش درآمدها در این بخش شوند نیز ادامه دارد و با نهایی شدن آن پیمان های در بخش های گوناگون با شرکت ها امضا خواهند شد. بارش سنگین برف در شرق اتریش باشندگان این منطقه را با دشواری های روبرو ساخته است. بارش بیش از 1 متر برف جاده ها را بسته و خط های برق و مخابرات را قطع کرده است. باشندگان یکی از روستاها در شرق اتریش می گویند که پیش از این گواه چنین برفباری سنگین نبودند. ممنون که بیننده برنامه بازار بودیم. پایان بازار، شبتان بخیر. الان نگهدار.